بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت خواهران و برادران محترم. 19 روز از ماه مبارک رمضان و شب 20 ماه مبارک رمضان، انشالله که طاعات و عبادت همگی قبول باشه و خداوند از همگی ما قبول بکنه و انشالله توفیق بده که حد اکثر استفاده رو توی چند شب آینده از این ماه مبارک ببریم انشالله. سخنران امشب برنامه سرکار خانم بیات هستند که قبلا هم فرصتی بود که در خدمت سخنان ایشون بودیم. فقط در حد خیلی مختصر بخوام در واقع معرفی بکنم ایشون رو. ایشون دارای کارشناسی زبان و ادبیات عربی هستند و همچنین کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه آزاد تهران. ضمن اینکه حتما همگی مستحضر هستید که برنامه‌های مرکز از اولین روز به صورت زنده در واقع صفحه یوتیوب مرکز پخش میشه، لینکش هم در سایت خود IEC موجود هست که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن، در صورتی که کسی هم از دوستان و اقوام هستن که علاقه‌مندن که برنامه‌های مرکز رو دنبال کنن و به هر دلیل امکان حضور ندارن، میتونین بهشون راهنمایی بکنین که از این امکان استفاده بکنن. دعوت میکنم از سرکار خانم بیات تشریف بیارم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سلام میکنم خدمت سروران و حضار عزیز. ممنونم از وقتتون و توجهتون به بحث. بحث امشبی که میخوام خدمتون ارائه بدم بحث قرآنی هست، حول محور قرآنه. بعد یه جورایی مناسبتی هم هست به خاطر اینکه این ماه ماه غفران الهی هست، مناسبت خیلی خوبیه برای مطرح شدنش توی این ماه. همون جوری که همه میدونیم خدا اسماء زیادی داره که خودش رو با اونها توی قرآن معرفی کرده و بهترین راه شناخت خدا اینه که ما خودش رو از طریق اسمایی که معرفی شده در قرآن بشناسیم. یکی از اسماء بسیار پرتکرار قرآن که حدود 6 بار با واژگان مختلف تکرار شده، صفت غفران الهی هست، صفت غافر بودن خداوند هست. حالا امشب میخوایم انشالله اینو بازخوانی بکنیم، ببینیم اون چیزی که توی ذهن ما هست با اونی که قرآن ارائه میده با توجه به آیاتش از غافر بودن خداوند چقدر همپوشانی داره و چقدر منطبقه. امیدوارم که بحث مفیدی برای همه عزیزان باشه. خب من بحثم رو شروع میکنم تا اسلاید بیاد. از معنا شروع میکنم. معنای بهترین راه اینه که از معنای لغوی غافر شروع بکنم بحث رو. غافر یا هم مشتقای اون مثل واسع المغفره، مثل خیر الغافرین،
مثل خیرالغافرین، مثل غفار و واژگان دیگه که به ترتیب باهاش برخورد میکنیم و توی ذهن هممون هست، از ریشه غفر میاد. غفر در زبان عربی مفرد از لحاظ لغوی صاحبان مفردات مثل مرحوم راغب و آقای قرشی توی قاموس قرآن این رو به معنای پوشاندن معنا کردن. توی گذشتم توی زبان عربی به کسی که کلاه جنگی سرش می‌کرده مغفر می‌گفتن، یعنی به اون کلاه مغفر می‌گفتن چون می‌پوشونده سر رو. حالا از این پوشوندن می‌خوایم استفاده بکنیم، ببینیم که غفر بعد اینجا به چه معنی میشه، برای گناه چه معنی پیدا می‌کنه. برای پوشوندن یه جسم مادی خب طبیعیه، با انداختن یه پارچه یا پنهان کردنش اونو میپوشونیم، ولی گناه یه اثر معنویه که در روح انسان گذاشته میشه. پوشوندن گناه یعنی از بین بردن گناه، یعنی اینی که اون روحیه و اون صفتی که انسان داره تغییر بکنه. وقتی میگیم خدا غافره به این معناست که خدا اون رو میپوشونه، پوشوندنی که از بین میبره گناه رو و زمینه گناه رو از بین میبره. وقتی که خداوند رو به این صفت میخونیم، یعنی اینی که از خدا تقاضا میکنیم اون وجود ظلمانی ما رو تغییر بده، اون گناهی که براش داریم استغفار میکنیم اونو تغییر بده، به بهترین حالت ریشه‌کن بکنه بعد اون گناه و ظلمت رو توی ما. و علامت بارزش هم همینه که خود انسان متوجه میشه وقتی که طلب بکنه از خدا، یعنی نیازش رو به درگاه خدا ببره. نیاز مثل نیاز مادر، نیاز حضرت هاجر، نیاز یعنی اون وقتی که دنبال آب میدوه له له میزنه برای آب برای خودش و پسرش، هفت دور میره، اون نیازه. نیازی که انسان احساس بکنه به اینی که توی ظلمته و پرده های ظلمانی وجودش رو گرفته و احتیاج به نور داره، اون میشه در واقع نیاز به تغییر کردن، نیاز به غفران الهی. غفران الهی هم واژگان زیادی داره. غفران الهی واژگان زیادی داره. ببخشید آقای سلیمی این کار نمی کنه. مشتقاتش غفور، غفار، اهل المغفره، صدا میاد؟ روشن هستش، بله، واسع المغفره و خیر الغافرینه که به ترتیب اینا رو خدمت عزیزان آیاتش رو میگم و معنای هر کدومو. بعد توجه دارن دوستان که یک ریشه‌ای که توی زبان عربی به بابهای مختلف بره، بر اساس اون بابی که رفته معناش متفاوت میشه. الان غافر اینجا به معنای بخشنده است، دو بار اومده. یکی از آیاتش اینجا آورده شده، غافر، سوره غافر آیه 3. غفور به معنای بسیار بخشنده است و بسیار تکرارش تو قرآن زیاده. جالبه که 91 بار صفت غفور در قرآن تکرار شده. بعد واژه غفور 53 بار با صفت رحیمیت خدا مشترکه، یعنی خدا هم غفور، تغییر میده انسان رو و هم هدایت میکنه. بعد واژه بعدیمون غفاره که این توی فارسی خیلی رایج نیست ما مثلا بگیم بسیار بسیار یه چیزی، ولی این غفار یعنی بسیار بسیار بخشنده. بخشندگی خدا در این آیات که 4 بار در قرآن اومده غفار، بسیار با شدته. مثلا همین آیه رو توجه بفرمایید، و اینی لغفارون، هم حرف تأکید داره، هم دو تا حرف تأکید داره در این آیه، و همینی که بسیار بسیار بخشنده هستم، یعنی بسیار بسیار میتونم تغییر بدم شما رو اگه بخواید. اهل المغفره
مغفره هست که تو نماز عید باش آشناییم، توی دعای ابو حمزه هست این واژه، یعنی خدا اصلا اهل بخششه. بعد واسع المغفره هست، یعنی وسعت مغفرتش بسیار بسیار زیاده. خدا وقتی خودش رو معرفی میکنه که واسع المغفره هستم، اون وسعتی که خدا مورد نظرشه با وسعت ما کاملا متفاوته، یعنی که اینقدر وسعت هم پوشوندن گناه و تغییر خدا زیاده که خودش رو با این واژه معرفی میفرماد. بعد خیر الغافرین هست. جنبندی من هر فصلی رو ارائه میدم خدمتون، یه جنبندی کوتاه آخرش میگم بعد میرم سراغ فصل بعدی که جنبندی فکر کنم تو خاطره هممون بهتر بمونه. جنبندی همین مشتقات غفر که غافر و اهل المغفره و غفران بود به این صورته. غافر و ذنب و قابل توب داشتیم اگه خاطرتون باشه برای صفت غافر خدا. این چون به صورت صفت اومده، صفت تو زبان عربی یعنی یه کاری که پایداره، تضمین شده است. مثلا میگیم یکی مهربونه، این پایداری، یعنی یه ملکه شده براش به این صورته. بعد غافر، غفور و غفار سه تا صفت خدا هستن، هر کدوم با شدت بیشتر. غافر یعنی بخشنده، غفور یعنی بسیار بخشنده و غفار یعنی بسیار بسیار بخشنده، شدتش رو نشون میده. بعد خداوند به انهای مختلف میخواد به بشر، به انسان بفهمونه که من بسیار 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 بخشنده هستم. یعنی جای جای قرآن رو که نگاه بکنیم، یکی از کلید واژگان قرآن بخشندگی خداونده. چون فکر کنید با این تکرار 236 بار واژه غفاریت خدا تکرار بشه به صورت فعل، به صورت صفت، دیگه چجوری خدا میخواد ثابت بکنه به بشر که من میبخشم اگر خودت بخوای، من تغییرت میدم اگر خودت بخوای. بعد تعبیر واسع المغفره نشون میده که خداوند از لحاظ کمیت هر مقدار که گناه باشه میبخشه و غفار و غفور که صیغه مبالغه هستن، هر دوتا دلالت میکنن به اینی که از لحاظ کمیت و کیفیت هر دو همپوشانی دارن. یعنی هر چقدر که وسعت خطای انسان، ظلمت انسان زیاد باشه و هر مقدار باشه، این رو میپوشونه خدا و تغییر میده، به شرط اینکه انسان خودش بخواد و زمینش رو فراهم کرده باشه. بعد اینو عرض کردم قبلا خدمتون که رحیمیت و هدایت 53 بار اومده و این دلیل بر اینی که وقتی خدا تغییر میده انسان رو، صفت هدایت هم به همراهش میاد، چون رحیمیت دلالت میکنه بر هدایت. بعد یه ویژگی جالبی که این دست آیات دارن اینی که از خدا به عنوان رب یاد کردن. رب در لغت عرب به معنای اینه که به کسی که تربیت کننده است و منتظره و مترصده که متربیش، دانش آموزش، بندهش، حالا تو هر مقیاسی که نگاه کنیم، به حد کمال خودش برسه. مثلا یه معلم اگر معلم واقعی باشه، دانش آموزش رو نگاه میکنه به اون آخرش، یا یه مادری که توانایی تربیت درست رو داره برای فرزندش، به اون هدف آخر نگاه میکنه، برای کارهای کوچیک بچه‌ش رو شماتت نمیکنه. حالا این در مقیاس بی نهایت بالا برای خداوند این حالت رو داره، یعنی خداوند چون مربی ماست، چون تربیت کننده ماست، اون هدف آخر رو نگاه میکنه و برای این میبخشه بشر رو اگر بخواد خود بشر. بعد یه نکته جالب دیگه اینی که خداوند با علم به اینی که از تمام مکنونات دل ما خبر داره، چیزایی که خودمون یادمون رفته و چیزایی که یهو بروز میکنه و تازه میفهمیم این صفت رو ما داشتیم، با علم به همه اونا
و با علم به همه اونا میبخشه و همه اونا رو هم در بر میگیره. یعنی وقتی ما توبه میکنیم به درگاه خدا، در واقع تمام اونا رو هم خدا تغییر میده به بهترین حالت. خب این فصل تموم شد، یه فصل دیگه شروع شد زیر فصل همین مغفرت. چه عواملی سبب میشه که رحمت و مغفرت خدا شامل بندگانش بشه؟ موارد زیادی اینجا قرآن اشاره میفرماد بهشون که من دونه دونه آیاتشو میگم، توضیح میدم خدمت عزیزان. یکی از اونها تبعیت از رسول خداست. اگر فرمان رسول خدا به خواسته خود آدم ترجیح پیدا بکنه، این موجب رحمت و مغفرت میشه. بعد دومیش پیش قدمی در ایمانه. این آیاتی که برای پیش قدمی در ایمان هست مربوط به داستان حضرت موسی و فرعون هست، زمانی که تمام قوا رو فرعون جمع‌آوری کرده بود که برنده بازی فرعون باشه و حضرت موسی علیه السلام بازنده باشه. ساحران تطمیع شده بودن و همه رو جمع کرده بودن، هر چی که قدرت داشتن، ولی وقتی که توان حضرت موسی رو دیدن، سر به سجده گذاشتن و فهمیدن که این یک کار بشری نیست. به خاطر همین به خدا گفتن، اون موقع ایمان آوردن به خدا و عجز خودشون رو پی بردن. به خدا گفتن که خدایا، ما چون اولین مسلمون هستیم، گناهان و خطاهای ما رو ببخش. از این نتیجه میگیریم هر کس پیش قدم باشه در گفتن حقیقت، حقیقتی که باعث هدایت انسان میشه، این یعنی شجاعتش رو داشته باشه، این شامل مغفرت الهی میشه. مورد بعدی توبه و استغفاره که همه باهاش آشنا هستیم. توبه و استغفار، و استغفار رو یه خورده عرض کردم خدمتتون، یعنی آدم به حد نیاز رسیده باشه که بخواد خدا عوضش بکنه و به درگاهش بره. این بابیه که خدا نورانیت رو، روزنی نورانیت رو براش باز میکنه. مورد بعدی قرض دادن نیکوه. قرض دادن نیکو یا همون قرض الحسنه که همه آشناییم، یعنی که بدون منت و برای رضای خدا از مالی که انسان با زحمت به دست آورده برای رضای خدا هزینه بکنه، به کسی که نیاز داره بده. این چون از نفس گذشتنه، یه بار مال امید انسان، یه بار اینی که نباید منت بذاره و به نیکویی پرداخت بکنه، این هم موجب مغفرته. یعنی اینا همه دریچه های نور هستن. فکر کنید مثلا یه اتاقی که ظلمت مطلقه، اینا مثل پنجره میمونن که هر کدوم پردش رو کنار بزنی یه نور خاصی به اتاق میتابونن. بعد یه نکته ای که خیلی به درد همه میخوره، بخشش دیگرانه. بخشش دیگران رو خداوند میفرماد اگر شما ببخشید، یعنی کسی رو که به شما خطا کرده یا اشتباهی کرده، شما از گناهش در بگذرید، به روش نیارید، و یا اینی که جوری صحنه رو درست بکنید که انگار نه انگار این کارو کرده، یعنی وانمود بکنید اصلا اتفاقی نیفتاده، کسی متوجه نشه، این باعث بخشش میشه. چرا؟ برای اینکه این خود آدم به خودش وسعت داده. چطور انتظار میره از خودمون؟ چجوری انتظار داریم که وقتی قادر نیست انسان کسی رو برای کوچکترین کاری ببخشه، چجوری آدم باید به خودش اجازه بده از خدا طلب بخشش بکنه؟ تا کسی رو نبخشیده چجوری میشه انسان این ظرفیت رو پیدا بکنه که بگه خدایا منو ببخش، از همه گناهام بگذر، در حالی که مثلا ممکنه دوستش یه مثلا اهانت کوچولو بهش کرده، این واگذارش کرده به قیامت. این روحیه بخشش باعث میشه که خداوند انسان رو ببخشه و اون غفاریت توی انسان بروز پیدا بکنه. بعد ایمان و عمل صالح هست.
این همه مواردی که عرض کردم خدمتتون همه مدرجه، یعنی یک کسی که ایمان میاره درجه بندی داره، یکی به قدرت خدا ایمان میاره در حد مثلا یه مقدار، یکی بیشتر ایمان میاره، یکی به علم خدا ایمان داره، یکی هر کس متناسبه با اون درجه‌ای که پیدا میکنه این قفاریت خدا و هدایت بیشتر شامل حالش میشه. بعد یکی دیگه تقوا هست که هر کس تقوای خدا رو پیشه بکنه، یعنی احساس بکنه که یک دوربین فیلم برداری همیشه داره اونو رصد میکنه و رندوم نگاه نمیکنه، همه لحظاتش رو نگاه میکنه و در همون موقعیت هم نگاه میکنه. این میشه تقوا در واقع، آدم خویشتنداری میکنه در واقع، این باعث باز شدن همون روزنه قفاریت خدا میشه. بعد مورد بعدی صبره که صبر هم کمک میکنه و روزنه خوبیه برای باز شدن. کسی که نمیتونه تحمل بکنه، ظرفیت وجودیش رو گسترش نداده، خب این نور به وجودش نمیاد، نور غفران الهی به وجودش ساطع نمیشه. مورد آخر خشیت هست. از همه اینا جمع‌بندی این بخش، همه اینها، این نتیجه هایی که عرض میکنم خدمتون گرفته میشه که هر کس به تناسب شرایط زندگی و ذوقی که داره میتونه به یکی از اینا اتصال پیدا بکنه و روزنه رو باز بکنه برای اینکه نور خدا به دلش بتابه، غفران الهی به دلش بتابه. یکی با قرض الحسنه، یکی با تقوا، یکی با از تبعیت از رسول خدا، هر کس با یه چیز. بعد این نور وقتی که وارد بشه، مزه نور رو انسان بچشه، دیگه اون دست از اون نورانیت بر نمیداره، تقاضاش بیشتر میشه برای گرفتن نور و بهتر میتونه اون، یعنی دریافت هدایت الهی رو بفهمه و بچشه. همه این موارد لازمش یه نکته خیلی مهمه، اینی که مبارزه با نفسه. کسی که قادر باشه با خودش مبارزه بکنه، به خواسته هاش پیروز بشه، وسعت داده به وجود خودش و این وسعت سبب میشه نور خدا در دلش تابان باشه. خب فصل بعدی عرض میکنم خدمتتون فواید مغفرت، که این آخرین فصلم هست که یه خورده مفصل تره. فواید مغفرت میخوایم ببینیم که فواید مغفرت چیه که اینقدر قرآن اصرار داره، خدا اصرار داره که میفرماد و سار او الال مغفره. یه بار در قرآن و سار او داریم، اونم برای مغفرته. سبقت رو داریم برای خیرات، ولی سار او رو برای فقط استغفار داریم، طلب غفران الهی داریم. چه فوایدی داره مغفرت که اینقدر خداوند فرمانه به اون داده و اینقدر تکرار کرده این کلمه رو در قرآن و دعوت کرده بندگانش رو، پیامبرانش رو، اولیایش رو به اینی که طلب غفران الهی بکنن؟ چه تفاوتی میکنه غفران ها با هم دیگه؟ منی که طلب غفران میکنم با طلب غفرانی که پیامبر خدا میکنه، با طلب غفرانی که امیرالمومنین میکنه، با طلب غفرانی که هر کس دیگه ای میکنه چه تفاوت هایی داره؟ اینو سوالایی که تو این بخش بهش امیدوارم که جواب داده بشه. خدمتتون عرض کنم که فواید مغفرت اولیش از بین بردن زنگار هاست. قرآن از گناه به عنوان رین استفاده میکنه، کلمه رین رو میاره به عنوان به معنی زنگار. آیه 14 متففینه که میفرماد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چنین نیست، بلکه آنچه مرتکب میشدند بر دلهایشان زنگار می نشانده است. بعد زنگار وقتی که روی دل انسان بیاد، میل انسان رو عوض می کنه.
توجه بکنیم که مثلا یه فلز که زنگ میزنه خاصیتش عوض میشه. اون فلز یک جنس جامده و وجود ما وقتی زنگار بگیره یعنی ظلمت به همراهشه، یعنی که نور رو نمیتونه استفاده بکنه، یعنی نوری که تو عالم وجود داره قابل استفاده براش نیست. و تنها عاملی که این زنگار رو از بین ببره و نذاره ما همینجوری با زنگار دلمون وارد قیامت بشیم و در حجاب باشیم از پروردگار عالم، غفران الهی هست. به خاطر این خدا دعوت میکنه به غفران، به مغفرت خواستن از خدا که این اتفاق بیفته، این اتفاق نیفته، زنگار از روی دل ما برداشته بشه. گناه مثل پرده های ظلمانی میمونه که دائم روی وجود ما رو گرفته و این استغفار این زنگارها رو یکی و یکی و یکی جدا کنار میزنه. مورد بعدی که خدمتتون عرض کنم ایجاد فهم و بصیرته. خداوند قائله به اینی که قرآن قائله به اینی که همه انسان‌ها طریقه رسیدن به حق رو دارند، طریقه دریافت حقیقت رو دارند. با یه مثال مطلبم رو عرض می‌کنم خدمتتون. فکر کنید که الان تو همین مرکز اسلامی بیرون یه انسانی که بینایی ظاهری نداره با یه انسانی که بینایی داره، با یه انسانی که مثلا نقاشه، با یه انسانی که بیولوژیسته، هر چهار نفر تو این موقعیت قرار بگیرن، هر کدوم چه بهره ای میبرن؟ اونی که نابیناست هر چقدر براش توصیف بکنن که خیلی اینجا زیبا سبزه های متنوعی داره، مثلا 5 رنگ سبزی فقط اینجا هست، قابل درک نیست. کسی که چشم داره خب لذت خودش رو میبره، خیلی شگفت زده میشه از زیبایی های خدا. نقاش لذت خیلی بیشتری میبره چون همه رنگا رو میشناسه، اون خلق میخواد بکنه این رنگ رو، الهام میگیره از این. یه بیولوژیست از همه اینا مراتبش بالاتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که اون کاملا میفهمه اینا چه اتفاقاتی افتاده براشون و چه پروسه‌ای طی شده که این دونه تبدیل به این درخت شده، تبدیل به این بوته شده، تبدیل تنوع رنگ شده. حالا جهان در واقع معنوی ما، جهان وجود ما هم همون حالتو داره. کسی که امکان استفاده از دنیا رو برای فهم نداره و برای رسیدن به خدا نداره، قرآن قائله که این چشم نداره، قائله که این گوش نداره. خدا می‌فرماد که به همه ما اینو دادیم ولی استفاده نکردن. بعد کسی که استفاده نمی‌کنه از این ابزار شناختش، خدا می‌فرماد از حیوانات مثل همون انعام که میگن گاو و گوسفنده در ترجمه، از اونها پایین تره. چرا؟ برای اینکه اونها از امکاناتشون استفاده کردن، ولی انسان از امکان بالاتری که در اختیارش بوده برای رسیدن به حقیقت استفاده نکرده. پس یکی از راه‌های اینی که به فقاهت، یعنی فقاهت منظورم فقاهت دینی نیست، به اون متن حقیقت عالم برسیم، اینه که از حالمون به خدا، از خدا طلب غفران بکنیم برای حالی که هستیم، برای استفاده بیشتر که از این موقعیتی که هستیم. بعد این آیه خیلی برای اینجا بجاست که آیه اعراف، سوره اعراف 201 میفرماد ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا اگر یه خطورات شیطانی بهشون وارد بشه، اینها با ذکر خدا که همون در واقع یه نوع استغفاره، از این مرحله میگذرن و صاحب بصیرت هستن برای اینکه یاد خدا رو زنده کردن.
مورد بعدی از فواید مغفرت تدریجی بودن هدایت. میدونیم که هدایت در عالم تدریجیه. برای چی؟ بر اساس من چون بحثم بحث قرآنی بر اساس آیات عرض میکنم خدمتتون. یکی آیه بعد آیت الکرسی که خدا خارج میکنه دائم مؤمنین رو، آیه 257 بقره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا یخرجو فعل مضارع، بعد فعل مضارع دلیل بر استمراره، یعنی فعلیه که برای استمرار به کار میبریم، یعنی دائم خدا خارج میکنه از ظلمت ها به سوی نور، یعنی این هدایت همین جوری ادامه داره الی بی نهایت. چون خدا بی نهایته، هدایت هم بی نهایت ادامه داره. و مورد آیه بعدی، آیه 82 طه هست که می فرماد اینی لغفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. کسی که قطعاً بسیار بسیار بخشنده هستم برای کسی که ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده و هدایت پیدا بکنه. بعد این هدایت توی باب متاوعه رفته و معنای اون یعنی اینی که دائم تدریجی اضافه میشه. اگر کسی پاشو در مسیر نورانیت و هدایت قرار بده، خداوند چون اون رو ذائقش رو دائم عوض میکنه و حمایتش میکنه که در راهش بمونه، هدایتش روز به روز لحظه به لحظه عوض میشه. بعد اینجاست که مؤمنین به خاطر همین دوتا فکر کنم دوبار تکرار شده که قرآن میفرماد که مؤمنین در سحرها همه سحرها استغفار میکنند، فعل مضارع دوباره، یعنی کار پیوسته مؤمنین هست که در همه اسحار و یستغفرون بالاسحار، همه سحرها استغفار میکنند. اینجاست که این معنی پیدا میکنه، برای اینکه مؤمنین معنای نور رو فهمیدن، معنای بی‌نهایت ظرفیت دنیا رو برای کسب هدایت فهمیدن و از این لحظات و آناتشون میخوان دائم و دائم و دائم استفاده بکنن برای اینکه به اون نور بیشتر برسن. جالب اینه که اهل تقوا وقتی که اهل بهشت وقتی که وارد قیامت میشن، از خدا طلب میکنن که نورمونو کامل کن. بعد جالب اینه که قرآن میفرماد با نورشون حرکت میکنن، سریع هم شتابان هم میرن، یعنی آدمای معمولی نیستن تو بهشت، ولی انقدر این نور و کمال بهشون تو جانشون نشسته و فهمیدن که چه میکنه با وجودشون، که اونجا هم از خداوند میخوان که تغییر بده ذائقهشون رو، از اون حالی که هستن به حال بهتر تغییر بده. بعد نکته دیگه دریافت کمال بیشتره. هر کس که هدایت بالاتری پیدا بکنه، کمال بیشتری رو پیدا میکنه. بر اساس آیه زمر 22، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. کسی که خدا ظرفیت بهش میده، یعنی دلش رو باز میکنه، گسترده میکنه، از نور خودش بهش میده. بعد خدا چون نور بی انتهاست، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه و از این نور به کسانی که اهل هدایت هستند دائم خدا روزی میکنه و افزایش میده هدایتشون رو. بعد هر چقدر انسان به خدا نزدیکتر میشه، تشنگیش برای استغفار بیشتر میشه. اینجا معنا پیدا میکنه که حضرت رسول در روایت اومده که یعنی روایت مستند هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت
چون وجودشون سراسر نور بود، وقتی احساس غبار میکردن، یعنی میگفتن وقتی احساس کدورت میکنم توی دلم، 70 بار استغفار میکردن به درگاه خدا و خدا رو میخواستن از اون حالی که دارن تغییر بده. اینجاست که مناجات امیرالمومنین معنا پیدا میکنه. این سوال پاسخ داده میشه که اولیای خدا برای چی به درگاه خدا اینقدر زار زجه و ناله میزنند؟ مگر اونا گناهی دارن که دارن زجه میزنند؟ اونها از نور به سمت یک نور بالاتر میخوان برن. التماس و التجای اونها به خدا برای اینی که از حالی که دارن به یک حال بالاتر برن و نور بالاتری که بی انتهاست در دنیا از اون استفاده ببرن. یکی از فواید مغفرت اینه که دستور امر خدا رو انسان رعایت میکنه. خداوند میفرماد که وسار او الی المغفره و استغفروا ربکم، طلب استغفار کنید از پروردگارتون. پروردگارتون همون کسی که به اون نهایت کار شما کار داره، به اون رسیدن به کمالتون می اندیشه و نگاه میکنه اون رو، از اون استغفار بکنید. بعد نکته بعدی، عدم مغفرت الهی باعث خسران میشه. خسران رو در لغت میگن مثل کسی که سرمایه‌ش رو از دست بده، مثل کسی که یخ فروشه، همه سرمایه زندگیش یخه، یهو تو تابستون آب بشه، این سرمایه زندگیش از دست رفته. بعد کسی که مغفرت نکنه دچار خسران میشه، برای اینکه از موقعیتی که خدا در اختیارش قرار داده برای رسیدن به کمال و نور بیشتر و رسیدن به قرب الهی استفاده نکرده و بدون توشه راهی دیار آخرت میشه. از این مبحث آخر چند تا نتیجه است که دیگه بحث آخره و تموم میشه بحث. قفاریت خداوند، از این بحث نتیجه گرفتیم، قفاریت خداوند دو وجه داره. یه وجه پوششیه که همون از بین بردن گناهه، یه وجه حمایتی هست، حمایت میکنه خدا. وقتی از خدا میخواییم که خدایا ببخش ما رو، میخواییم که خدا هم ما رو تغییر بده و هم حمایت بکنه برای اینکه در راهش قرار بگیریم، در راه هدایتش باشیم. بعد چون هدایت مدرجه و زلالت هم مدرجه، هر چقدر از زلالت ما دور بشیم به سمت هدایت رفتیم. هر چقدر وارد هدایت بشیم باز مراتب بالای هدایت مونده که اونها رو نچشیدیم و به نور اونها نرسیدیم. همه اینها درجه بندی داره در عالم، لذا میبینیم که خب درکش بد برای همه قابل فهم نیست. میبینیم که حضرت علی که این شبها مناسبت ایشون هست، 3 روز 3 افطار رو در واقع به یتیم و اسیر و فقیر میبخشند، سهم خودشون و خانوادهشون رو. کسی که مرتبه پایین بخشش رو درک نکرده، کسی که حاضر نیست کوچکترین کمک و بخششی به دیگران داشته باشه، اصلا قابل فهم نیست. چجوری میشه در اوج گرسنگی انسان با کمال رضایت و با کمال و شدت علاقه مال خودش رو ببخشه؟ یا مثلا داستان کمیل رو شنیدیم که در اوج قدرتش وقتی بهش توهین میشه، توهین بدی میشه، ایشون میره مسجد نماز میخونه. این اوجا رو ما داریم هم توی قرآن هم توی روایات، برای اینکه گوش زد بکنن به ما که میتونیم تا کجاها پر بکشیم. یا از اون طرف حضرت ابراهیم رو میبینیم که به اوجی رسیده بود که تسلیم مطلق خدا بود. اینها
اوجهای هدایتی هستن که قرآن معرفی میکنه برای بشر که قابل دسترسن، میتونی به اینها، میتونی به سمت اینها پرواز کنی، بتونی برسونی خودت رو و از وجود این نوری که در عالم هست استفاده کنی. بعد همون جوری که خدمتون عرض کردم، بعضی از انسان‌ها برای رفتن از ظلمت به سمت نور استغفار می‌کنن، بعضی‌ها برای رفتن از سمت نور به نور بالاتر استغفار می‌کنن. بستگی داره هر کس در هر درجه‌ای که قرار گرفته و هر درجه بالاتر، واله‌تر و شیداتر می‌کنه انسان رو نسبت به طلب غفاریت. بعد نکات آخری که عرض میکنم خدمتون، همون جوری که عرض کردم 234 بار واژه مغفرت خدا به مدل‌های مختلف در قرآن اومده که این خیلی یه جوری خوشایند و خدا میخواد به بشر ثابت بکنه که قطعاً و یقیناً اون رو میامرزه. توی کتابی که 234 بار خدا دائم بگه من میبخشم میبخشم، در واقع میشه کلید واژه کتاب قرآن. یکی از کلید واژه های کتاب قرآن رو میتونیم مغفرت بذاریم، برای اینکه خیلی واژه پرتکراریه و قطعا خدا هدف داشته که به بندش اثبات بکنه که من خیلی مهربونم، من بسیار میگذرم، همه وجودتون رو پوشش میدم، همه ظلمت‌های وجود و دل هر کسی رو پوشش میدم، به شرط اینی که خودش قدم برداره و بخواد و احساس نیازش رو در خودش به وجود بیاره و این کاملا در کتاب خدا بارز و مشهوده. بعد به میزان اراده‌ای که انسان میذاره برای تغییر، نور خدا تابان میشه و منورتر میشه وجود انسان. و دیگه تموم، عرضم تموم. فقط اینجا یک بازخوانی استغفار رو عرض میکنم خدمتون، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که خیلی پر رایج این روزها بین ما. بر اساس عرایزی که کردم خدمتتون اینو یه بار تعریف میکنم. بعد استغفر الله چون به باب استفعال رفته، یعنی این که انسان باید به طلب رسیده باشه، به نیاز، همون جوری که عرض کردم مثل حضرت هاجر، یا انسانی که واقعا تشنه است یا واقعا گرسنه است، به دنبال اونها میدوه. خداوند، انسان به درگاه خداوند پناه میبره و میگه خدایا من به این نیاز رسیدم و مجدانه از تو پروردگارم که ربم هستی، ربم یعنی تربیت کننده من هستی، میخواهم که منو تغییر بدی، میخواهم که ظلمتهای درونم رو یکی به یکی، پرده به پرده عوض کنی و تبدیل به نور کنی و من رو در مسیر هدایت خودت قرار بدی. به نبی و آله صلوات. ممنونم از همگی به خاطر وقت عزیزتون که در اختیار من گذاشتید. فایل جدول آیات اگر دوستان خواستن، جدول آیات رو میشه هر کدوم از دوستان خواستن تقدیم کنم، آیات مفصلتر اونجا هست. ممنونم ازتون.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دقایقی تا افطار هست و روز 19 ماه مبارک رمضان است. ایام عزای مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام. قبل از صحبت کوتاهی جا دارد از خانم بیات تشکر بکنیم و واقعا کاری که کردن کار بسیار جالب و قابل توجهی است، بسیار دقیق. انشالله که موفق باشند و در این کامیونیتی از ایشون بیشتر استفاده بشه. در رابطه با حضرت امیر علی علیه السلام در این دقایق کوتاه من یک اشاره‌ای بکنم به دعای افتتاح. همینجور که آشنا هستید با این دعا، دعا از طرف حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام صادر شده و در اواخر دعا، البته کسی دعا رو بخونه، این دعا مال یک انسان معمولی نیست، یعنی میفهمه این باید وصل باشه به بالا و این جملات رو بر زبان جاری کنه. در اواخر دعا که به صلوات میرسه، بعد از رسول عزیز اسلام به حضرت امیر علی علیه السلام میپردازه. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین. خصوصیات حضرت امیر رو توی چند کلمه توی این دعا بیان میکنه و در آخرش مسئله رو به اوج میرسونه. ببینید چی چیزایی رو درباره حضرت علی میگه توی این دعا. امیر المؤمنین، پیشوای مؤمنین، وصی رسول رب العالمین، این خصوصیت دوم. شیعه و سنی اعتقاد دارند که به مردم وصیت کرد، سفارش کرد رسول الله که بعد از من علی. بعد میگه عبد که، امام زمان علی را به عنوان عبد الهی مطرح میکنه، عبد. و اخی رسولک، میدونید توی مدینه مسلمان ها قرار شد که با هم برادر بشن دو به دو، هر کسی برادری رو انتخاب کرد و علی ابن ابی طالب به خود رسول الله رسید، برادر پیغمبر. و حجت که علی خلقک، این خیلی کلمه مهمیه، حجت الهی برای ما انسانها. و آیت کل کبرا، اینو دوست داریم یه جلسه ای اصلا درباره این کلمه صحبت بکنیم که چه اشاره‌ای داره به حضرت امیر میکنه به عنوان نشانه کبرای الهی روی زمین و با استناد به قرآن حرف میزنه. بعد و نبأ العظیم، این دوتا کلمه آخری دعای افتتاح درباره حضرت علی خیلی مهمه، یکی آیت کبرا، یکی نبأ عظیم. نبأ عظیم چیه؟ سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون،
اشاره می کند به، یعنی امام زمان علیه السلام علی را آن خبر عظیم معرفی می کنه. اما یتساءلون، مردم از چی سوال می کنند؟ ترجمش اینه، ان النبأ العظیم، از خبر بزرگ از همدیگر سوال می کنند. ترجمش اینه. خب چی هست اون خبر عظیم؟ مفسرین وارد بحث‌های مختلف شدند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اون نبأ عظیم همون ولایت است. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی حسن الهی است. باز آیه ادامه میده، مردم از چی سوال میکنند؟ ان ما یتساءلون بوده، شده اما یتساءلون. ان نبأ العظیم، از خبر عظیم سوال میکنند. الذی هم فیه مختلفون، در این خبر عظیمی که مردم با هم اختلاف دارند، یعنی امت پیامبر با یکدیگر اختلاف دارند در رابطه با این نبأ عظیم. امام زمان علیه السلام توی دعای افتتاح علی را به عنوان نبأ عظیم معرفی می‌کند. بعد بسیاری از مفسرین نبأ عظیم را علی ابن ابی طالب معرفی کردند. قرآن ادامه می‌دهد در رابطه با این نبأ عظیم توی سوره اما یتساءلون، کلا سیعلمون، مردم اینطور نیست، به زودی خواهند فهمید که این نبأ عظیم کیست. لذا به گونه ایست که ما توی روایات درباره علی ابن ابی طالب داریم که خود رسول الله خدا را به علی قسم می‌داد. ما درباره علی ابن ابی طالب داریم که اسلام به تمامه بعد از رسول الله بر دوش او گذاشته شد، ولایت از علی ابن ابی طالب شروع شد و الان در حضرت بقیت الله متجلی است. انسان کامل می تواند ولی خدا باشد. من وقتم تمومه، البته من وقتی نداشتم، چون این گپی که بود بین سخنرانی و دعای قبل از افطار، این وقت رو من استفاده کردم و اشاره کردم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هر چه درباره او صحبت کنیم